به نام خدا و سلام و وقتتان بخیر. به خبر دست دولو و طلو نیوز خوش آمد. در آغاز سرخط خبر. پایان نشست دوحه درباره افغانستان. سخنگوی امارت اسلامی به طلو نیوز میگوید که سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نمایندگان آمریکا از آنان خواسته تا در رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد نکنند. حیات بلندپایه طالبان دیدار با حیات امریکایی آن هم به تقاضای امریکا خانه خواهد یک اجنده خاص بلنداره و اثرگذار است. انتقاد از نبود زنان در نشست های پیرامون افغانستان. برخی از بانوان از عدم حضورشان در نشست های پیرامون افغانستان انتقاد دارند، اما امارت اسلامی میگوید این نشست ها در خصوص زنان نبوده و از همین رو آنان در آن حضور نداشتند. زنهایی که در افغانستان هستند اینا باید حتما در این نشست ها دعوت شوند، چون درد اساسی زنهای افغانستان امروز همین زنهایی که برای حقوق زنها کار میکنند اینا درد احساس میکنند. لیست بسیار طولانی مرتبط با حقوق بشر وجود دارد که باید روی آن بحث شود، اما مهمترین آنها اولویت دادن به حقوق زنان و دختران است. شکایت هنرمندان در هرات از کم توجهی به هنر تئاتر. شماری از هنرمندان تئاتر هرات میگویند که شهرداری ساختمان تئاتر این ولایت را مارکت بازرگانی میسازد و اکنون به سرنوشت مانده و سالن برای اجرای نمایش ندارند. سالن تئاتر که داشته باشیم تمام هنرمندان در کنار هم انشاءالله به امید خدا میتونم که نمایش های خوبی داشته باشند. مشکلات اصلی ما یک جای مکانی سالن تئاتر تخریب شد. و افزایش تلفات انفجار دیروز در پاکستان. شمار تلفات حمله روز گذشته در پاکستان و 54 کشته و بیش از 200 زخمی رسیده. من حامد بهرام میزبان شما. امیر خان متقی از نمایندگان آمریکا در دوحه خواسته تا تحریم ها بر امارت اسلامی از میان برداشته شوند. سخنگوی امارت اسلامی به طلو نیوز میگوید که سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نمایندگان آمریکا از آنان خواسته تا در رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد نکنند. با این حال برخی از سیاستگران در کشور تعامل میان کابل و واشنگتن را با نظرداشت اوضاع کنونی مهم میخوانند. نشست دوحه درباره افغانستان با حضور هیئتی از مقامهای امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی سرپرست این وزارت و نمایندگان آمریکا از جمله توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان که در دوحه برگزار شده بود امروز پایان یافت. سخنگوی امارت اسلامی درباره این نشست میگوید که هیئت امارت اسلامی درباره تعامل میان امارت اسلامی و امریکا، رفع تحریم ها بر مقام های امارت اسلامی و آزادسازی ذخایر ارزی کشور گفتگو کردند. موانع ایجاد نشده با بخش پیشرفت افغانستان، تاثیراتی از سر بانک ها و چیزا دور ساخته شده و گذاشته شده نکنه با کاری که به پیش میرن و کشور خود را آباد میسازن کار میکنن. خودم با جهت قطری هم مصاحبات های جانبین داشتیم و جریان داره، جزئیات کامل ان شاء الله بعدا نشر خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی برگزاری چنین نشست ها را برای افغانستان مهم میخوانند. با سپرش دارن دو سال حکومت طالبان، حیات بلند پایه طالبان دیدار با حیات امریکایی آن هم به تقاضای امریکا خانه خواه یک اجنده خاص خود داره و اثر گذار هستند. آن هم در دوحه که قبلا مذاکرات سرنوشت ساز طالبان با آمریکا صورت گرفته بود. تحکیم این روابط سیاسی و دیپلماتیک و مناسبات و نزدیکی میان کشورها می تواند برای تحکیم صلح ثبات و امنیت نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه هم مددگار باشد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته بود که نمایندگان ویژه این کشور برای افغانستان در سفر 5 روزه با استانه کازاخستان و دوحه قطر با مقام های امارت اسلامی درباره حمایت بشر دوستان از مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار عادلانه با تمام افغان ها به شمول زنان و دختران، مسائل امنیتی و تلاش برای پیکار با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو می کنند. همزمان با این برخی از بانوان از آنچه که عدم حضورشان در نشست های پیرامون افغانستان می دانند انتقاد دارند. آنان می گویند در نشست هایی که به مسئله افغانستان پیوند دارد باید در آن نماینده ی از زنان نیز حضور داشته باشند. در این میان امارت اسلامی می گوید که عدم حضور زنان در نشست های پیرامون افغانستان از بهر آن بوده که این نشست ها به مسائل زنان پیوند نداشتند.
همیرا فرهنگیار از بانوان تحصیل یافته است که چندین دهه در عرصه حقوق بشر و تامین حقوق بانوان فعالیت داشته است. او میگوید که به علت آن که از بانوان در نشست‌های پیرامون افغانستان دعوت نمی‌شود، نگران است. بانو فرهنگیار حضور نماینده ای از زنان را در نشست‌های جهانی درباره افغانستان مهم می‌داند. زنهایی که در افغانستان هستند، اینا باید حتما در نشست‌ها دعوت شوند، چون درد اساسی زنای افغانستان امروز امی زنایی که برای حقوق زنها کار میکنه اینا درد احساس میکنن، تا اینکه زنایی که از کشور خارج. این بانو عملکردهای نمایندگان کشورهای دیگر درباره مسائل زنان در افغانستان را نیز سودمند نمیداند. نه تنها بانو امیری، بلکه هیچ مرجع تا حالا نتونستن که با او امتیازات و او حضور که زنها در افغانستان از دست دادن یک بار دیگه بر زنان افغانستان مؤثر واقع باشند. از سوی هم دیدبان حقوق بشر بر اولویت دادن به مسائل زنان و دختران افغانستان در نشست ها تاکید می‌ورزد. این به گونه فوری مهم است که بحث حقوق بشر در صدر این گفتگوها قرار داشته باشد. لست بسیار طولانی مرتبط با حقوق بشر وجود دارد که باید روی آن بحث شود، اما مهمترین آنها اولویت دادن به حقوق زنان و دختران است. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حضور نماینده زنان در نشست‌های عمومی پیرامون افغانستان با در نظر داشت قوانین اسلامی هیچ مشکل ندارد. اگر موارد بحثی حقوقی باشه، موارد بحثی باشه که خانمان نیازمندیشان مد نظر گرفته شود، حقوقشان داده شود، در او تا موارد شاید طرز فکر شود که ماحول شرعی و اسلامی ساخته شود با خانمان هم بحث شود. ولی ما میبینیم بعضی بزرگای ما، مسئولین ما با خانمان وقت در وقت نشستهای خود دارن، صحبتهای خود دارن. موضوع زنای افغانستان نشست را میخواهد که در اون نشست تصمیم قاطع در مورد سرنوشت زنان افغانستان و مردم افغانستان گرفته شود. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد در صفحه توییترش نوشته است که سازمان ملل متحد هرگز از پیکار دست نخواهد کشید تا حقوق بنیادی بشر در تمام جهان رعایت شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که در سال گذشته نزدیک به 700 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی جان باختند. این وزارت در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که در یک سال گذشته 20 ولایت کشور با خطر سیلاب ها و 4 ولایت هم با تهدیدات زمین لرزه روبرو بودند. در همین حال ریاست هماهنگی و ماین روبی میگوید که در سال پار نزدیک به 500 تن در انفجار ماین ها در سراسر کشور جان باخته و یا هم زخمی شدند. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که در جریان سال گذشته نزدیک به 700 تن از اثر رویدادهای طبیعی در کشور جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. شفیع الله رحیمی همچنان می افزاید که در نتیجه این رویدادهای طبیعی 20 هزار خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده و بیش از 100 هزار خانواده دیگر بی‌جا شدند. د وسو خزيات مونږه زخمیان لرل تیر کال همدارنګه وسو شوخه شمیر مونږه شهیدان لرل او تر همدارنګ یو سل شل مونږه وقایوي پروژې لرلې چې مونږ په ټولو ولایتو کې اجرا کړې دي. رئیس عمومی مالی و اداری این وزارت میگوید که مطالعات اخیر نشان میدهند که افغانستان یکی از کشورهای شدیداً زلزله خیز دنیا است که عمدتاً ولایت‌های شمال و شمال شرق در معرض خطرات زلزله قرار دارند. به گفته عبدالرحمن زاهد در این مدت 20 ولایت کشور با خطر جدی سیلاب‌ها و 4 ولایت کشور هم با تهدیدات زمین لرزه روبرو بودند. ورستی څیرنې ښیي چې د افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډېرې زلزلې لري، او د بامیان، دایکنډي، بدخشان، غزنی، پروان او بغلان ولایتونه د واورې ښویدلې له سخت ګواښ سره مخ دي. همزمان با این، رئیس هماهنگی و ماین روبی میگوید که در سال گذشته بیش از 200 رویداد انفجار ماین رخ داده که در نتیجه آن نزدیک به 500 تن جان باخته و یا زخمی شدند. تیر یو کال کې 15 کیلومتر مربع ساحه پاک کړې په افغانستان کې. فعل حال مونږ سره په ملي ډیټابیس کې چې سفته او سروې شوې ساحه ده، مونږ 1199 کیلومتر مربع ساحه په ناچاو د توکو ملوث لرو او پاکول ته ضرورت لري. بر بنیاد معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، این وزارت در حدود 120 پروژه کوچک اضطراری و وقایوی را اجرا کرده و همچنان در 11 ولایت کشور نقاط آسیب پذیر در برابر خطرات حوادث طبیعی را بررسی کرده است.
یافته های تولونیوز نشان می دهد که روند انتقال پناهجویان افغان در بریتانیا از برخی هتل ها به خانه های دائمیشان شتاب یافته. شماری از این شهروندان افغان که پس از انتقال به بریتانیا در هتل های در بخش های مختلف این کشور جابجا شدند، به تولونیوز گفتند که اکثریتشان از هتل به خانه های دائمی منتقل شدند. وزارت داخلی بریتانیا چند ماه پیش هشدار داده بود که اگر افغان هایی که در هتل ها جابجا شده بودند از هتل ها خارج نشوند، ممکن از هتل ها اخراج شوند. محمد قاضی زاده از استودیو تولونیوز در لندن گزارش میدهد. تقریبا 3 ماه پیش دولت بریتانیا هشدار داد که اگر افغان های منتقل شده به بریتانیا خانه های پیشنهادی را نپذیرند و خود هم به دنبال خانه نگردند، از هتل ها اخراج خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی بریتانیا در اعلامیه برای 8000 پناهجوی افغان که در 59 هتل در سراسر بریتانیا مستقرند مهلت داده که تا پایان ماه آگست 2023، یعنی تا 1 ماه دیگر، هتل ها را ترک کنند. اکنون شماری از افغان های ساکن در هتل ها به تولونیوز می گویند که روند انتقال خانواده های افغان به خانه های دائمی شتاب یافته. تقریبا سرور میاسی ما خیلی طول تای خبر اغا ور کرده خبرتی اغا ور کرده و ستاسی پخیه سر اوتالون را در خالی که چی مونگ با تاسی تا انشالله مونگ بسر کمک و تاسی پخیه هم کشور رو که تزانتا کورونا پیدا کنید. شماره از افغان ها در شهرها و هتل های دیگر هم تجربه های مشابه را در گفتگوهای غیر رسمی به تولونیوز حکایت کردند. در روز پیش خود کنسول یک خانه را پیدا کرد، هرچی کوشش ما خود ما زیاد کردیم، گشتیم، سرگردانی ها را زیاد دیدیم، دیگه یک خانه را برای ما پیشنهاد کرده که آیا در اینجا میری، نمی خود کاردیف است، دیگه منتظر هستیم که خانه آماده شود. کسانی که در هتل های بریتانیا زندگی میکنم و برای ما هم پیشنهاد خانه داده شده است که به زودترین فرصت ما به خانه خود خواهیم رفتک و این پروسه بسیار به شدت جریان داره. دولت بریتانیا پیش از این در واکنش بر رد شدن خانه های پیشنهادی دولت از سوی برخی از افغان ها گفته که دولت این کشور یافتن خانه مطابق معیارهای مناسب این پناهجویان را تضمین نمی کند. پیش از این برخی حلقات در داخل دولت بریتانیا تصمیم وزارت داخلی این کشور برای تعیین ضرب الاجل برای شهروندان افغان ساکن هتل‌ها را به چالش کشیده و گفتند که ممکن است این تصمیم این افراد را با بی‌خانمانی روبرو کند. هیئت از عالمان دینی از بریتانیا با سرپرست وزارت امر به معروف و مقام‌های وزارت عدلیه دیدار کردند. سخنگوی وزارت امر به معروف میگوید که خالد حنفی سرپرست این وزارت در این دیدار بر یکرنگی گفتار و عمل امارت اسلامی تأکید کرده و تبلیغات رسانه ها در برابر امارت اسلامی را نادرست خوانده. هیئت از عالمان دینی بریتانیا که به کابل آمده است، در ادامه دیدارهایشان با برخی از مقامهای امارت اسلامی، این بار با برخی از مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر دیدار کردند. هدف از سفر عالمان دینی بریتانیایی مشوره با مقامهای حکومت سرپرست گفته شده است. دغه علماء مهم هدف چې خودوغي ویل چې موږ په افغانستان کې د نننه د اسلامي نظام تصویر په خپل ووینو، له هغه څخه متاثر نه شو چې بهر کې خلک څه وایي، او اوس وای دلته چې موږ راغلو موږ دا درک هم کړل چې بهرنی تصویر او دلته داخلي تصویر دا ډېر توپیر لري. این هیئت عالمان دین با برخی از مقامهای وزارت عدلیه نیز دیدار کردند. سرپرست وزارت عدلیه در دیدار با عالمان بریتانیایی گفته است تمام مسلمانان جهان با هم برادر هستند و مسئولیت دارند تا از نظام امارت اسلامی در افغانستان حمایت نموده و مسئولیتشان را ادا نمایند. اما سودمندی این گونه دیدارها با مقامهای امارت اسلامی چه خواهد بود؟ ممانعت از تحصیل دختران و زنان باید در افغانستان برداشته شود. ادامه ممانعت زنان از حضور به پانتون و مکتب باعث فاجعه و بحران بزرگ برای امروز و فردای افغانستان می شود. نړۍ سره تعامل او د افغانستان او نړۍ ترمنځ د رسمي اړیکو د باب خلاصېدل دا په کورنه پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. په عین حال کې له افغانستان څخه بهر هم له سیمې او نړۍ سره یو نږدې ژور او پر افغان ګټو ولاړ قناعت ورکوونکي تعامل او ډیپلوماسي ته اړتیا لري.
پیش از این نیز هیئت از آلمان پاکستانی به تاریخ 7 حسد سال 1401 هجری خورشیدی و به تعقیب آن هیئت از آلمان ترکیه در 5 عقرب همین سال یعنی 1401 هجری خورشیدی به کشور آمده بودند و با شمار از مقام‌های امارت اسلامی درباره مسائل گوناگون از جمله آموزش بانوان، بحران بشری و ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده بودند. ادامه خبر را پس از وقفه. با ادامه خبرها خوش آمدید. شماری از هنرمندان تئاتر هرات میگویند که شهرداری ساختمان تئاتر این ولایت را مارکت بازرگانی میسازد. ساختمان تئاتر هرات نزدیک به 10 سال پیش به خاطر توسعه جاده مرکزی شهر از سوی شهرداری تخریب شد و از آن زمان تا اکنون هنرمندان تئاتر به سرنوشت مانده و سالن برای اجرای نمایش ندارند. در همین حال شهرداری هرات میگوید که ساختمان تئاتر ملکیت این اداره است و پس از یک دهه آن را مارکت تجارتی میسازد. اینجا ساختمان تئاتر هرات بود که نزدیک به 10 سال پیش از سوی شهرداری تخریب شد. با آنکه بارها شهرداری و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات اطمینان دادند که این ساختمان را برای اجرای نمایش‌های تئاتر نوسازی می‌کنند، اما یک دهه می‌شود که اینجا مخروب باقی مانده. اکنون شهرداری هرات کار ساخت این ساختمان را آغاز کرده و قرار است یک مارکت تجارتی بسازد. امیدواریم ما که به خیر خوشی و سلامتی هر چه زودتر یک سالن تئاتر ما داشته باشیم. سالن تئاتر که داشته باشیم تمام هنرمندا در کنار هم ان شاءالله به امید خدا میتونم که نمایش‌های خوبی داشته باشن. ما مشکلاتی داریم، به خصوص مشکلات اصلی ما یک جای مکانی که سالن تئاتر تخریب شد. تا پیش از تخریب این ساختمان هنرمندان تئاتر هرات در روزهای رخصتی اینجا برای مردم هنرنمایی می کردند. اما با تخریب ساختمان تئاتر در جریان توسعه جاده مرکزی شهر هرات هنرمندان تئاتر بی مکان و بی سرنوشت ماندند. برای مردم به صورت رایگان ما اونجا نمایش اجرا می کردیم که از جوانا گرفته تا اطفال تا حتی آدم های کامل سال می آمدم از تئاتر ما دیدن می کردم. متاسفانه از زمان که تخریب شده تاله ایت مردم تئاتر تاله ندیدم. سالونی که اونم نو اجرای نمایش زنده به طور رایگان برای مردم داشتن امیدی برای فرهنگی و هنر پرورا بود، متاسفانه تخریب شد. شهرداری هرات میگوید که ساختمان تئاتر ملکیت این اداره است. به گفته مسئولان این اداره قرار است این ساختمان به یک مارکت تجارتی مبدل شود. در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که قرار است در منزل سوم این ساختمان سالن تئاتر ساخته شود. از سالها متاسفانه در طی چندین سال متروک بوده و اداره شهری یک ابتکار کرد با هماهنگی ادارات زیرت و مقام محترم ولایت، خواستن که از یک بهره اقتصادی ببریم، یک نفع اقتصادی برده شه. ریاست اطلاعات و فرهنگ سخت درگیره که سالن اطلاعات و فرهنگ با مقام محترم ولایت و وزارت اطلاعات و فرهنگ که زمینه مساعد شد ارتی زودتر سالن تئاتر ساخته شد که هنرمندا بتونن پس اجرات خودشه باشن برای مردم. تئاتر هرات حدود 1 قرن پیشینه دارد. این هنر در طول عمرش در هرات فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده است. با گفته هنرمندان هنر تئاتر در کشور وضعیت خوبی ندارد و نیاز است تا دولت در این زمینه همکاری کند. فهمیان برنامه کوتاه. باسم خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید در نمایشگاهی که قرار است تا 2 روز دیگر در قزاقستان برگزار شود، سرپرست این وزارت با شماری از بازرگانان شرکت خواهند کرد. در نمایشگاهی که قرار است به تاریخ 2 تا 5 آگوست سال روان در قزاقستان برگزار شود، سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز با شمار از بازرگانان شرکت خواهد کرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در این نمایشگاه بازرگانان افغان در 70 غرفه اقلام صادراتیشان را به نمایش خواهد گذاشت. در این نمایشگاه محصولات افغانستان از قبیل معادن، میوه‌های خشک، میوه‌های تازه، سبزیجات، زعفران، قالین، صنایع دستی، غذا، نوشابه ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 70 غرفه به نمایش گذاشته شود. ما با اونا حداقل بیلانس تجارت ما را بهتر بسازیم، نه تنها ما یک کشور وارداتی باشیم بلکه که ما هم بتانیم صادرات داشته باشیم و پیداوار افغانستان، کالاهای تولیدی افغانستان در مارکت ها
به نمایش قرار بدیم. در همین حال شمار از بازرگانان میگویند که اشتراک بازرگانان افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی در بیرون از کشور میتواند در بازاریابی اقلام صادراتی کشور نقش مهم داشته باشد. دا د افغانستان د صنعتکاران لپاره یو ښه مارکیټینګ دی. د افغانستان لپاره دا یو خلاص راوړنه ده. دا چې په دنیا کې یا په بین‌المللي مارکیټونو کې د افغانستان صنعتکاران کمرنګ دي، دا د ځینې سیاسي مشکلاتو له وجې نه اوس ان شاء الله تعالی امید لرو چې دنه بعد به د دې په پوره سهم واخلي. ایجاد روابط، ایجاد اعتماد بین کشورها، آگاهی دهی محصولات ما، به نمایش گذاشتن محصولات ما، انواع محصولات ما و در نهایت ارتباطات بین کشورها از دیدگاه اقتصادی را فراهم می سازد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که سالانه افغانستان بیشتر از 570 میلیون دلار داد و ستد با کازاخستان دارد که بیشتر مواد سوختی و مواد خوراکی از این کشور وارد افغانستان می شود. تقاضا در مارکت صعیب شده و بعضی معانی بانکی وجود دارد که پیسه به وقت و زمان انتقال نمی شود. واردات ما با قزاقستان با سالانه پار سال با 550 میلیون دلار رسیدن، یعنی کاهش یافته، و اما صادرات ما یک کمی زیاد شده، تا اضافه از 12 میلیون دلار است. این در حال است که پیش از این نیز هیئت از قزاقستان از بهر سرمایه گذاری در افغانستان و بهبود روابط بازرگانی میان دو کشور به افغانستان آمده بود. وقفه. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل میگوید که طرح نوسازی علائم و نشانه های سرحدی با 5 کشور عملی شده. سرپرست این وزارت میافزاید که در یک سال گذشته بیش از 100 منازعه بزرگ و 300 منازعه کوچک اقوام و شمار از خانواده ها بر سر زمین و مسائل دیگر حل و فصل شدند. با گفته نورالله عزیزی، تمامی حقوق اقلیت ها در کشور مسئول است و این را مسئولیت امارت اسلامی میداند. سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی در چارچوب کمیسیون بررسی سرحدات، طرح نوسازی علائم و نشانه های سرحدی با کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین را عملی ساختند. نورالله نوری می افزاید که مطابق پلان به هدف حفظ تمامیت ارضی در امتداد خط فرضی دیورن و تخطی ها بیش از 1000 کیلومتر سرحدات را بررسی کردند. در پلان سرسم طول تل 1909 کیلومتر او لپلان در بندی 1250 کیلومتر مختلف ولایت که طول بررسی سر او پلتن تر سرسوی لعمل تر بل هر وقت ده هیواد پولی او سرحدونه خوندی دی. آقای نوری می افزاید که در ولایت های گوناگون کشور 130 منازعه بزرگ و 300 منازعه کوچک اقوام و شماری از خانواده ها را حل ساختند. وی تاکید دارد که در جریان این منازعه ها 691 تن کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند. یو سلو دری دیرس لوی او دریسه و شاوخا وریش خړی چې له عملیه تقریبا 691 کسان مړه او سلګونه کسان جبل شوی وو. د افغاني دودیزې جرګو صلح او مرکو له لارې د اسلامي اصولو په رڼا کې حل او په دوستی بدل شوی دی. سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل میگوید که حقوق همه اقلیت ها در کشور تامین است و امارت اسلامی به حقوق تمامی اقلیت ها و اکثریت ها متحد است. خلق چې د موضوع ډیر راپورته کوي او ډیر بحثونه په دې کې کیږي چې دلته د اقلیتونو حق پایمال ده. دا ته څوک مثال پیش کی په کوم ځای کې کوم حق اقلیت او کوم ځای د حق راغلی ده، موږ د هر چا حق ته رسیدگی کو او دا د ځان ذمہواری بولو. بر بنیاد اطلاعات وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل، از میان پروژه های پیشنهاد شده در سال 1401 هجری خورشیدی تنها 28 پروژه را به بهره برداری سپردند. مقام های این وزارت همچنان میگویند که کار ساخت و ساز نزدیک به 100 باب کلینیک انسانی و حیوانی نیز در ولایت های کشور هنوز هم ادامه دارند.
شماره از باشندگان پایتخت از ایجاد بی‌نظمی در برخی از نواحی شهر کابل از سوی رکشاداران شکایت دارند. آنان میگویند که نبود توقفگاه های مشخص برای رکشاها سبب ایجاد بی‌نظمی ها و ازدحام در برخی از چهارراه‌ها شده است. از سوی هم شماری از رکشاداران از برخورد پلیس ترافیک شکایت دارند و میگویند که برای آنان به گونه آزادانه اجازه فعالیت داده نمی‌شود. شماری از باشندگان پایتخت از افزایش رکشاها و نبود ایستگاه‌های مشخص برای آنان در برخی از نواحی کابل شکایت دارند. آنان میگویند که توقف رکشاها در شماری از چهارراه‌ها سبب ایجاد ازدحام و مختل شدن نظم ترافیکی می‌شود. ازدحام رکشاها زیاد است، در این حساب که بیروبار به اندازه زیاد است، مشکلات ترافیکی به اندازه اینجا زیاد است و باید از ارگان‌های مقام بالا تقاضا میکنیم که برای زنا یک جای منظم جور کنند. حادثات میشه، منفر حادثات میشه، تکر میشه. در این بسیار جاد مشکلات مردم زیاد از در این باره. مگه میده قصهش نیست. استادگاه زیاد معلوم نیست. بسیار رکشا ها گلواتی رو مندازن. او میگه سواری رسم خود کش میکنن. او سواری رسم خود کش میکنن. او میگه نوبت از ماست. او میگه از ماست. بسیار گلواتی رو مندازن. احسان الله که 19 سال سن دارد میگوید از 4 سال به این سو به رکشارانی رو آورده است تا بتواند لقمنانی برای خانواده اش تهیه کند. او از ریاست ترافیک کابل میخواهد تا از بهر ایجاد سهولت در فعالیت رکشاها مکانهای مشخصی را برای توقف ایجاد کند. خواستم از امارت اسلامی یا از ریاست ترافیک است که یک لین مشخص برای ما معلوم کنه که ما در لین مشخص هر جای لین رکشای خود داشته باشه. نمول انکار کنه به خود برای خانواده خود لقمه رزق حلال پیدا کنه. همدل در ترافیک رو شمانگا با تنگی او شارک تیوڑی شل و رزقیت کهوی. منگ هم دیر خپای و دغا کور دا. منگ دی دولت ندا خواهش لرو چه منگ دا یادل دا اجازه رو که عده جوڑه کی. در سوی دیگر شماری از باشندگان پایتخت از اوضاع بد اقتصادی و نبود کار نگرانی کرده و فعالیت رکشاها را برای شهروندان از بهر کرایه کم آن سودمند میدانند. بودن رکشاها در شرایط فعلی بیخی ضروری است، به خاطر از اینکه مردم اقتصادش ضعیف است. یک نفر مثلا توان ازیره نداره که 20 روپه کرایه بده یا 100 روپه در بس بگیره. رکشاها در شرایط فعلی به نظر من خوبتر هستند چون کرایه پایین‌تر دارن، اقتصاد مردم ضعیف است. از سوی هم ریاست عمومی پلیس ترافیک میگوید که روی طرز عمل تازه ای از بهر فعالیت رکشاها در بزرگ شهرها به ویژه پایتخت کار میکند. ریاست ترافیک طرز عمل فعالیت وسایل نقلیه رکشا را زیر دست داره. ما خودم سرم طرز عمل کار میکنم، تقریبا 50% کار از او پیش رفته. طرز عمل از اینکه ترتیب شد ما در طرز عمل مسیرهای مشخص هم در لاینای داخل شهر که هیچ نوع اخلال و ترافیک جاری نداشته باشه. بر بنیاد آمارهای ریاست عمومی پلیس ترافیک هم اکنون بیش از 10,000 رکشا در نقاط گوناگون پایتخت فعالیت دارند. بلخ امبولانس به هدف ارائه خدمات بهتر درمانی و انتقال بیماران در ولایت بلخ آغاز به فعالیت کرد. مسئولان در ریاست سطح این ولایت میگویند 14 اراده امبولانس که مجهز با میرهای جهانی است برای انتقال به موقع بیماران در همه نقاط ولایت بلخ فعال شده. با این حال شماری از بیمارداران و باشندگان ولایت بلخ از فعال شدن بلخ امبولانس استقبال میکنند. 14 اراده آمبولانس مجهز با تمام معیارهای جهانی برای انتقال به موقع بیماران در ولایت بلخ آماده شده است. رئیس صحت عامه بلخ میگوید با فعالسازی بلخ آمبولانس برای نزدیک به 50 تن زمینه کار فراهم شده است و باشندگان و بیمارداران این ولایت می توانند با تماس به شماره 102 از خدمات این آمبولانس ها به گونه رایگان بهره مند شوند. از اینه ای که ما به خاطر فعالسازی بلخ امبولانس به خرج دادیم $1,300,000 آمریکایی است و اینجا برای 48 نفر نرس و همچنان دریور و در بخش کال سنتر زمینی کار مساعد شده. معاون والی بلخ که در برنامه آغاز فعالیت این آمبولانس ها شرکت کرده میگوید امارت اسلامی در تلاش ایجاد سهولت های بیشتر برای همه شهروندان کشور است. همه مسئولین در هر بخشی که هست، در هر مسئولیتی که هست، شب روز کوششم است که به مردم خدمت شود، به مردم که است به هر نوع از نگاه صحت میشه و از نگاه
امنیت میشه و از نگاه هر چیزی که باشه با مردم خدمت و با ملت خدمت ملت امارت اسلامی آماده هست. شماری از بیمارداران و باشندگان ولایت بلخ از فعال شدن بلخ آمبولانس استقبال میکنند. یک وقت ناوقتی که یک حادثه ترافیکی رخ میده با یکی از همشیرهای ما، والدای ما که ولادت نزدیک میشه و که به بزاحت هستن، فورا زنگ میزنن به بلخ امبولانس و هینا با تمام امکانات خودان میرسن. داده دی منگا د خلکو د پاره ډیر ګټ موندی د پاره چې ځکه یو ټکر وشي او مشکل لاشي دا جله رسی کاری شروع کړه موږ ډیر خوشاله است. این آمبولانس ها در حال آغاز به فعالیت می کنند که پیش از این شماره از باشندگان ولسوالی های دوردست ولایت بلخ از نرسیدن به موقع بیمارانشان به شفاخانه ها شکایت داشتند. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی کندهار آمار می دهند که همکنون در حدود 5000 کودک در این ولایت مشغول کارهای شاخه هستند و گفته آنان بیشتر این کودکان از بهر چالش های اقتصادی در داش های خشتپزی مصروف کارهای شاخه هستند. مسئولان می افزایند که برای حمایت از این کودکان با صندوق پشتبانی از کودکان سازمان ملل متحد روی یک پلان مشترک کار می کنند. اینجا منطقه کلچه آباد در مربوطات ولسوالی دند ولایت کندهار است. شمار زیادی از کودکان اینجا در داشت‌های خشتپزی مشغول کارهای شاقند. احمد زیای دساله که سرپرستی خانواده خود را بدوش دارد، اینجا روزانه 12 ساعت کار می کند و تنها 100 افغانی مزد به دست می آورد. دره کال کیش دا کار کوم مجبورات دغه دا درن کال دي چې زماته د ورځې سلسله غني راکيه ما زخته ما پلار می مریض دي کلات لرو پیسې نه لرو دغه کوچاباس د سلسله غني په لسه مجبوري سخته ده. ده ها کودک دیگر نیز از بهر چالش های اقتصادی اینجا مشغول کارهای شاق هستند. شماری از کارگران نیز میگویند که شرایط کار برای کودکان در این داش ها دشوارند. څه غټانه موږ نه څه کولای وسم په نه خو خپل همت کو خپل انرژي برابر پای کو کشره خو بیخینې څه کولای سره دوه مسخت چې خو راکې ناس ولا کتي جوړر نه سره خشته موږ نه سره کول. معاون ریاست کار امور اجتماعی کندهار میگوید که مکنون در حدود 5000 کودک در این ولایت به علت چالش های اقتصادی مشغول کارهای شاق هستند. و گفته او برای حمایت از کودکان کارگر با صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد روی یک پلان مشترک کار می کند. تقریباً 15000 دست کسان په کار باندې بوختو ماشومان تقریباً عمرونه تر 15 کال کمی 14 کال 15 کال داس شاګرد الکان هغه په سخت کار باندې لګیاو پکې موږ دې ته اطمینان ورکوو داسې د اقتصاد په برخه کې داسې د ځوانانو یو ژغ چې د یو مشکلات چې موږ غواړو چې د لوړپوړو مسولینو پورې ورسو. بر بنیاد معلومات مقام ها در کندهار در ماه های پسین نزدیک به 2000 کودک کارگر را از روی جاده ها گردآوری کرده و ضمن فراهم کردن زمینی آموزش به خانواده های آنان نیز کمک های مواد خوراکی توزیع می کنند. شماری از باشندگان سرپل از امارات اسلامی خواستار تطبیق پروژه های انکشافی و فراهم شدن زمینه کار برای مردم از عواید نفت بلاک قشقری هستند و گفته آنان با آنکه روزانه صدها تن نفت از این ولایت استخراج می شود اما تاکنون در زمینه تطبیق پروژه های زیربنایی در این ولایت گام عملی برداشتن نشده. با این حال مسئولان محلی سرپل می گویند که در پروژه استخراج نفت قشقری برای صدها تن زمینه کار فراهم شده و تلاش ها برای عملی سازی پروژه های انکشافی نیز ادامه دارد. برخی از باشندگان سرپل می گویند با وجود آن که از منابع زیرزمینی این ولایت نفت و زغال سنگ استخراج می شوند اما در بخش عملی سازی پروژه های انکشافی و نیمه تمام این ولایت توجه نشده است. این باشندگان سرپل از مسئولان امارت اسلامی می خواهند که در زمینه پروژه های انکشافی و زیربنایی این ولایت گام های عملی برداشته و برای جوانان این ولایت زمینه های کاری را فراهم کنند. با دینمی عوایدی که در اولاد سرپل برای از اینا فایدش میرسه برای خود همی ملت هم برای خود همی ولایت هم شوه که مثلا سرک نداره سرکایش برای و کار نیست برای این جوان ها کار پیدا شوه. دولتان شو خواهش بز با کرسه جوالگه باید ایش برای هم کسه و زیر بنالانه تسواسه یخشیش لقصه و شو شهر بزگه هم هنده توجه کلسه.
با این حال رئیس اطلاعات فرهنگ سرپل از فراهم شدن زمینه کار برای صدها جوان این ولایت در پروژه استخراج نفت بلاک قشقری حوزه امودریا سخن میزند و میگوید که تلاش ها برای عملی سازی پروژه های انکشافی و نیمه تمام این ولایت ادامه دارد. صدها جوانان ما الحمدلله کار پیدا کردن و همچنین استخدام جوانان در این مثلا کار جریان دارند. در همین حال شماره از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که سرپل با داشتن منابع نفت و زغال سنگ بخش زیادی از بودجه حکومت را تامین میکند و توسعه استخراج این معادن میتواند نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. نفت ما شما در آلت استخراج است، قرارداد صورت گرفته و هر روزی که ما نفتی که استخراج میشه در بازار عرضه میشه، پول ازی به در حساب وزارت مالیه انتقال میشه که این پول در بودجه خود دولت است، در بودجه انتقال میشه و این در تمام عرصه های کشور که ضرورت است مصرف میشه. بر بنیاد اطلاعات وزارت معدن و پترولیم، همکنون در بلاک قشقری حوزه امودریا نوچای فال وجود دارد که روزانه در حدود 350 تن نفت خام از این چاها استخراج می شوند. مسئولان در ریاست زراعت و آبیاری بلخ از افزایش میزان علاقمندی کشاورزان به کشت گل آفتاب‌پرست خبر می دهند. دستایی هم شماری از کشاورزان که به کشت گل آفتاب‌پرست رو آوردن آن را بدیل مناسب کوکنار می دانند و از مسئولان می خواهند تا در بخش پروسس و ایجاد بازار مناسب برای فروش با آنان همکاری کنند. کشتزارهای گل آفتاب‌پرست در بلخ، نباتی که در سالهای گذشته تعداد اندکی از کشاورزان آن را کشت می کردند. اما پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت سرپرست، این روزها علاقمندی کشاورزان بلخی به کشت گل آفتاب پرست بیشتر شده است. محمد اسلم یک تن از کشاورزانی است که پس از 30 سال کشاورزی امسال برای نخستین بار در زمین های خود گل آفتاب پرست کشت کرده است. همین ده جره اول گندم کشت کرده بودیم. بعد گندم اینه دراو کردیم همین گل آفتاب پرست. کل منطقه کرد ما همین ده جره همین گل آفتاب پرست کشت کردیم. شمار دیگر از کشاورزان بلخی این نبات را بدیل مناسب برای کوکنار دانسته و از حکومت سرپرست خواستار توجه و ایجاد بازار مناسب برای فروش فراورده هایشان هستند. از کوکنار که خوب است، حلال است کوکنار، خرام است زمینم چی میکنه و کشتی هم برکت نداره. از که گل آفتاب پرست خیلی خوب است، سال آینده بخیر از که زیاف میکاریم. از طریق تخم گل آفتاب پرست که مردم همکاری و کمک شوه به خاطر دوایی امی روغان کی است تا بای کی اش خارج وارد نشو زمي افغانستان از ولایت بلخ میتانه کی وارد کنه. اصلش خوب است، یک لکه تخم شد، خدا مهربان است سال آینده ما را دولت کمک کنه زیکد بیشتر میکاریم. همزمان با این مسئولان در ریاست زراعت و آبیاری بلخ نیز از افزایش میزان علاقمندی کشاورزان به کشت گل آفتاب پرست سخن میزنند و از تلاش ها جهت ایجاد زمینه های پروسس، بازاریابی و سهولت های بیشتر اطمینان میدهند. هنوز ما تقریباً از 300 جریب زمین 400 جریب زمین راپور رسیده که کشت گل آفتاب پرست زره شده و در سال آینده مارکرش خوبه، در سال آینده شما شایدی از این ما شما خواهد بدیم که شاید دو چند بازر شوه. مغز تخمه گل آفتاب پرست یکی از انواع دانه هایی است که برای درمان بیماری های متعدد مفید می باشد و دارای خواص و فواید بیشتر است و از این نبات برای تولید روغن های خوراکی نیز استفاده می شود. شماره تلفات حمله دیروز در پاکستان با 54 کشته و بیش از 200 زخمی رسیده. بازرس کل پلیس خیبر پختونخوا تایید کرده که این رویداد برخواسته از یک حمله انتحاری بوده و در آن بیش از 10 کیلوگرم مواد منفجره کار گرفته شده. رسانه های پاکستانی به نقل از ارتش این کشور گزارش دادند که بر بنیاد تحقیقات ابتدایی گروه داعش در عقب این انفجار دست داشته. سازمان همکاری کشورهای اسلامی، عربستان سعودی، روسیه، افغانستان، ایران، ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر وقوع این رویداد را به شدت نگاهش کرده و آن را حمله حراس افغانانه خواندند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شمار تلفات حمله دیروز در این کشور به 40 کشته و بیش از 200 زخمی افزایش یافته است. این انفجار در گردهمایی اعضای حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجور در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد و در میان کشته شدگان این انفجار مولانا ضیاءالله، یک تن از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان نیز شامل می باشد.
د جمعیت علماء اسلام د جلسې په دوران کې دماکه وشوله. کافي ملګري هغې په شهادت باندې ورسېدل او کافي ملګري زخمیان دي. زه خو دې وخته پورې خپل ذاتي طور باندې ټیکیم. بازرس کل پلیس ایالت خیبر پختونخوا تایید کرده که این رویداد برخواسته از یک حمله انتحاری بوده و در آن بیش از 10 کیلوگرم مواد منفجره کار گرفته شده است. همزمان مقام های ارشد حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان وقوع این انفجار را نکوهش کرده و افزودند که اگر بار دیگر چنین حمله بالای حزب و اعضای آنان صورت بگیرد از خود محافظت خواهند کرد. موجوده چی کم دماکه شویده دیمونگا مزمت کو آینده آینده چې انشاءالله کچاری د جمعیت علماء اسلام خلق دغه ټارګټ شو نو بیا به مونږ آزاد یو مونږ خپل تحفظ به خپل کړو په تاونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک چې کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا چې ما وکتل دا سرګونه چې کوم دی په سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو سره شروع شو او ډېر زیات پایرنګ شو بیا د مشران علما مون څنډې ته کړل هغه محفوظ کړل او دغه حالات ورال. تا اکنون گروه به گونه رسمی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما رسانه های پاکستانی به نقل از ارتش این کشور گزارش دادند که گروه داعش در عقب این انفجار دست داشته است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی، افغانستان، ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر وقوع این رویداد را به شدت نکوهش کرده و آن را حمله هراس افغانانه خواندند. صدها تن از حامیان کودتا در نایجیر به سفارت فرانسه در شهر نیومی پایتخت این کشور هجوم بردند. شیشه های این سفارت را شکستند و نیز در خارج از محوطه این سفارت آتش روشن کردند. همزمان مقام های فرانسه این اقدام شهروندان نایجیر را نکوهش کرده و هشدار دادند که هیچ حمله ای به منافع خود را تحمل نخواهد کرد. در حالی است که اخیراً ارتش نایجیر در برابر رئیس جمهوری این کشور کودتا کرده و محمد بازوم را از قدرت برکنار کردند. این کودتا از سوی همسایگان و شرکای بین المللی نایجیر از جمله ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و فرانسه به شدت نکاهش شده. در ادامه اعتراضات ضد دولتی در نایجیر، صدها تن از حامیان کودتای اخیر در این کشور و سفارت فرانسه در شهر نیومی، پایتخت نایجیر هجوم بردند. این معترضان شیشه های سفارت فرانسه را شکستند و نیز در خارج از محوطه این سفارت آتش روشن کردند. همان طور که می‌بینید مردم نایجیر برای نشان دادن نارضایتی خود از سیاستی که 12 سال به طول انجامیده است اعتراض کردند. با مدت 12 سال زندگی روزمره مردم نایجیر بدون تغییر باقی مانده است. برای پایان دادن به این سیاست ما نیز بیرون آمدیم تا به این مکرون کوچک از فرانسه بگوییم که نایجیر مطلق به ما است. ما به جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا نیز می‌گوییم که نایجیر مطلق به ماست. ما مجدداً پشتیبانی خود را از ارتش تایید می‌کنیم. همزمان کشورهای غرب آفریقا تحریم‌های اقتصادی و مسافرتی را در برابر رهبران نظامی جدید نایجیر اعمال کرده و تهدید کردند که در صورت عدم بازگرداندن محمد بازوم رئیس جمهور این کشور به قدرت از زور استفاده خواهند کرد. این در حالی است که اخیراً ارتش نایجیر در برابر رئیس جمهور این کشور کودتا کرده و محمد بازوم رئیس جمهور نایجیر را از قدرت برکنار کردند. رئیس ارتش باید بسیار مراقب باشد، زیرا مردم نایجیر روی او حساب می کنند و اگر او دست به مانور دیگر بزند که غرب باید با آن مقابله کند، ما دوباره در برابر غرب به مبارزه خواهیم پرداخت. این کودتا توسط همسایگان و شرکای بین المللی نایجیر از جمله ایالات متحده، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و فرانسه به شدت نکاهش شده است. همه این کشورها از بررسمیت شناختن رهبران جدید نایجیر خودداری کرده و خواستار بازگرداندن محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور به قدرت شده اند. در نتیجه انفجار در یک انبار بارود در جنوب تایلند 12 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های تایلند میگویند که این انفجار بیش از 360 تن را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 200 خانه نیز آسیب وارد کرده. آنان افزودند که در حال بررسی و تحقیق در زمینه علت وقوع این رویداد هستند.
وزارت بهداشت تایلند اعلام کرده است که در نتیجه انفجار در یک انبار بارود در جنوب تایلند 12 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های تایلند میگویند که این انفجار بیش از 360 تن را تحت تاثیر قرار داده و به بیش از 200 خانه نیز آسیب وارد کرده است. پدرم و خواهرانم هنوز در خانه بودند. نمی توانستم برای کمک به داخل بروم. همه جا آتش سوزی بود. پس از خاموش شدن آتش وارد خانه شدم و اجساد خواهران کوچکترم و پدرم را دیدم که کاملا سوخته بودند. من هنوز شوکه‌ام. باشندگان محل از ساخت انبار بارود در مناطق مسکونیشان انتقاد کرده و میگویند که این رویداد به دلیل بی‌توجهی مسئولان رخ داده است. این ترسناک است، زیرا با آنان هشدار داده بودیم که انبار بارود را در اینجا نسازند، زیرا خطرناک است. اگر منفجر شود شعاع تخریب آن 10 کیلومتر خواهد بود. چرا باید آن را در نزدیکی جامعه بسازند؟ اما هیچ کس به توصیه ما توجهی نداشت و این اتفاق افتاده است. همزمان نیروهای امدادرسان گفتند که تلاش برای یافتن افراد ناپدید شده در این رویداد همچنان ادامه دارد. در همین حال مقام‌های تایلند افزودند که در حال بررسی و تحقیق در زمینه علت وقوع این رویداد هستند. و در اخیر بیننده یک خبر ورزشی هم باشد. بازیکنان پرورش اندام در پکتیا برای راهیابی به بازی‌های ملی در برابر هم به رقابت پرداختند که در پایان این رقابت‌ها 12 بازیکن به بازی‌های ملی راه یافت. شماری از بازیکنان از راه‌اندازی چنین رقابت‌ها خرسند هستند، اما نبود باشگاه‌های معیاری و امکانات لازم را از چالش‌های فراراه فعالیت‌های ورزشیشان می‌دانند. یوسچی په پکتیا کې نشته، هغه د تجارانو لخوا سپانسر د چورشکاران تشویق کی ورشکاران مالی ملاتړ وکي ترسو ورشکاران په خډول باندې ملی او سیاسي مسابقو ته تیاری ونه. د زیبایی امدام د خکولا د مسابقې چې پکتیا ولایت کې تر سره شولې، زه ډېر هلمند یم چې داسې زمینه باید هر ورځ برابر شي. متاسفانه که جای منظم برش نداشتیم. هیچ یک جای فضای آرام نبود. در میدان فوتبال ما مسابقه کردیم در تالار پانتون. از سوی هم برخی از بازیکنان دیگر نیز میگویند که به علت چالش های اقتصادی و نبود حمایت مالی نمی توانند در رقابت های ملی و بین المللی شرکت کنند. ورزشکارا زیادی هستند که از خاطر اقتصاد ضعیفشان برنامه ورزشی خود را تهیه کرده نمی توانند و از مسابقات دور می افتند. به این دلیل ما نتوانستیم که به مسابقات آسیایی را پیدا کنیم، چون استعدادش داریم اما امکاناتش نداریم. مونږ سره لیگ هماهنگی وسی او مونږ تشویق کی او لیگ مونږ باندې پام ونیسی. رئیس تربیت بدنی و ورزش پکتیا نیز این چالش بازیکنان را میپذیرد و از رسیدگی به آن سخن میزند. متاسفانه مونږ په مجموع کې پکتیا کې د امکاناتو لړ خپ مونږ ستونزې لرو. دا ناخواله له تیر نه راپاتې ناخواله ده. دا نشته چې کوم مسابقاتو دا هم د پکتیا پوهنتون جمنازیوم ده تفاهم په اساس باندې مونږ دلته مسابقات کو. بر بنیاد معلومات از سالها به این سو روند ساخت و ساز یک جمنازیوم معیاری در پکتیا به حالت تعلیق در آمده است، اما ورزشکاران در این ولایت از حکومت سرپرست خواهان آغاز روند ساخت و ساز این جمنازیوم هستند. و با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرنامه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا بعد، بخیر شبتون بخیر. خدا نگهدار.